ببینید ماینکرافت خیلی پیچیده تر از چیزیه که فکرشو میکنید. اصلا میشه گفت ماینکرافت مثل یه پیاز میمونه که هر چقدر جلوتر میریم توش باز میبینیم لایه‌های مختلفی داره. ممکنه خیلی‌هاشون رو بدونید و بشناسید، ممکنم هست که کلاً هیچی ندونید ازشون. تو ویدیوهای قبلی ماینکرافتمون سعی کردم این پیاز پیچیده رو تا حدودی بشکافم و از چیزای عجیب و جالبی بگم که یا شایعن و وجود ندارن یا هستن و شما خبر ندارید. ویدیوی امروزم تو دسته دوم قرار میگیره و میریم سراغ 19 تا ترفند یا چیزای مختلفی که باید بدونید و ازشون استفاده کنید. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، حتما میدونید که VPS یه نوع سرور مجازیه که شما روی اینترنت و به صورت ابری ایجاد میکنید. نیازی نیست برای داشتن یه سیستم قوی با کانفیگ بالا تو این وضعیت قیمت ها کلی هزینه پرداخت کنید. شما میتونید سرورتون رو توی یه چش به هم زدن و به صورت اتوماتیک تحویل بگیرید و از داشتن یه سیستم مجازی با کانفیگ خیلی قوی با هزینه کم لذت ببرید. ابرزاس همه این امکانات رو با کیفیت بسیار بالا و پشتیبانی رایگان در اختیارتون گذاشته. همین الان به سایت و صفحه اینستاگرامشون که توی کپشن میذارم سر بزنید و سرور شخصی خودتون رو راه اندازی کنید. مزرعه داری تو ماینکرافت خیلی کار راحتیه. دونه ها رو میکارید تو خاکی که نزدیک آب و کار تمومه. اما یه راز خیلی بزرگ تو این کار ساده وجود داره و اونم اینه که اگر هر دونه یا گندم رو توی یه خط بکارید سرعت رشدشون بیشتر میشه. البته این کاریه که خیلی‌ها به صورت پیش‌فرض انجام میدن. دلیلش هم مشخص نیست چرا، اما خب جالبه که همچین راهکاری برای زودتر نتیجه گرفتن از مزرعه‌مون وجود داره. همه میدونن که اگر از بون میل روی چمن استفاده کنن کلی گل مختلف به دست میارن، اما قدرت گلای ماینکرافت فقط ختم به همین نمیشه. یه سری گلای قرمز رنگ بلند هستن که اگر روشون بون میل بزنید دوپلیکیت میشن. حالا اگر خیلی خلاق باشید میتونید ماشین دوپلیکیت کننده یه گل هم بسازید. این قضیه روی یه سری از گلای دیگه هم کار میکنه و خب شما میتونید یه منبع بی انتها از رنگای مختلف داشته باشید باهاش. ماینکرافت با اضافه کردن مدل‌های مختلف سنگ خیلی تنوع سازه‌هامون رو بیشتر کرد، مخصوصاً اندسایت که خیلی ازش استفاده می‌کنن. بعضی وقتا پیدا کردن اندسایت سخت و زمان بر میشه، پس بهتره بدونید میشه با ترکیب کابلستون و دایرایت هم اندسایت رو تولید کرد. دیوارا تو ماینکرافت میتونن جونتون رو نجات بدن، اما خب ترکیبشون با ردستون خیلی بیشتر از اینا به درد میخوره. در واقع شما میتونید با چسبوندنشون به یه استیک پیستون ازشون برای فرستادن سیگنال به زیر زمین استفاده کنید. در نتیجه نیازی به ساختن یه سری مدار خفن و پیچیده نیست، میتونید از همین کانسپت استفاده کنید. خیلی پیش میاد که گزینه‌های موجود تو اینچنتمنت تیبل به دردتون نمیخوره. خب برای ریست کردن اینچنتمنت‌ها میتونید از یه آیتم به درد نخور یا کتاب استفاده کنید. اونا رو اینچنت کنید و امیدوار باشید که گزینه‌های بعدی به درد بخورتر باشن. اینطوری حتی کلی ایکس پی هم به دست میارید که بعداً به درد میخورن. به کمک انویل رو هر آیتمی توی بازی میتونید اسم بذارید، اما میشه از این اسما استفاده های خاص کرد. برای مثال اگر میخواید بین صندوقاتون تمایز ایجاد کنید حتما نیازی به آیتم فریم نیست. میتونید صندوقا رو هم توی انویل بذارید و اسمشون رو تغییر بدید. اینطوری دسته‌بندی آیتماتون هم ساده تر میشه و حرفه‌ای تر هم است. همه میدونن که گذاشتن کلی اینچنتمنت رو آیتم‌های مختلف بعضی وقتا خیلی گرون میشه، اما یه راهکاری پیدا شده که به شما اجازه میده 30 تا اینچنتمنت بذارید روی یه دونه کلنگ. هر بار که به کلنگتون یه اینچنتمنت اضافه میکنید دفعه بعد این کار گرونتر میشه، اما اگر کلنگتون از پیش اینچنت شده باشه یک کم جلو میافتید. شما میتونید کلی اینچنتمنت رو توی کتاب جمع و بعد از اون رو کلنگتون استفاده کنید. همه میدونن که آیتما از فول بلاک ها رد نمیشن و مثلا تو هاپرها نمیافتن. نیم بلاک ها اوکی ان، البته برای دور زدن این داستان میتونید هاپر رو بذارید توی ماینکارت، دیگه مشکل حل میشه و آیتما از فول بلاک ها هم میافتن توی هاپر. از این کار میشه برای ساختن یه سیستم جمع آوری خودکار ریسورس ها استفاده کرد که این روزا هم خیلی رو بورسه. ممکنه یکم کند باشه اما اتوماتیکه. خیلی از ماها با ماگما بلاک حال نمی کنیم چون بهتون دمیج وارد میکنه، اما ماگما یه نکته فوق‌العاده‌ای داره. اگر روش ثابت وایسید و بعد کراچ کنید دیگه دمیج نمیخورید. خب میتونه خیلی وقتا به کارتون بیاد و افسوس که لاوا همچین قابلیت رو نداره. البته شاید یه باگ باشه و بعدن درستش کنه. خیلی مواقع صندوقاتون تو ماینکرافت پر شدن از چیزای چرت و پرتی که هیچ استفاده‌ای براتون ندارن و پیدا کردن آیتم‌ها هم بینشون خیلی سخت شده. یه راهکار جالب وجود داره. اگر شیفت رو نگه دارید و بعد روی یه آیتم کلیک کنید تمام آیتم‌های مشابه توی صندوق میان تو اینونتوری شما و برعکس. یه ترفند فوق‌العاده برای نجات دادن کلی از تایمتون.
میدونیم که اگر از هر ارتفاعی روی بلاک اسلایم بیفتیم دمیج نمیخوریم و جاش پرت میشیم بالا، اما هیچ وقت این وسط شیفت رو نگه ندارید چون برگشتتون کنسل میشه و انگار فرود اومدین روی سیمان. حالا اگر بخواید بعد از فرود اومدن دیگه بالا نپرید باید چی کار کنید؟ اسپیس یا همون کلید پریدن رو نگه دارید. خیلی بده که ماینکرافت آچار نداره، اما اگر تو کریتیو مود بازی میکنید بهتره بدونید چیزی هست به اسم دیباگ استیک. نمیتونید تو منوی آیتما پیداش کنید، باید با کد نویسی بیاریدش تو بازی. با این چوب جادویی میتونید بلاک رو به هر جهتی که میخواید بچرخونید و باش جزئیات خفن تو مپتون بسازید. جاش خیلی تو سروایبل خالیه، ولی همین که تو کریتیو مود هست باز جای شکر داره. وقتی دارید انسیت رو لوت میکنید عادیه که با کلی اتفاقات عجیب غریب مواجه شید. اینکه افکت بدون جاذبه بگیرید و بعد سقوط کنید احتمالش زیاده. اگر یکی از این میوه های کورس رو بخورید که تو انسیتی پیدا میشن تلپورت میکنید به زمین و دیگه جاتون امنه. البته یه مشکلی هم هست، این میوه ها شما رو به صورت رندوم تلپورت میکنن نیم بر اونور، پس احتمالش هست یه جای ناجور گیر کنید و بهتر فقط زمانی ازش استفاده کنید که مجبورید. یه سری وقتا هم میشه ازش برای تلپورت کردن تو ساختمونای بزرگ استفاده کرد. خیلی ها طرفدار اینچنتمنت سول اسپیدن، اما خب سول سند اصلا به درد بیس ساختن نمیخوره. میشه روی سول سند از کارپت یا بلاکای نصفه هم استفاده کرد و خوشگلش کرد یه جوری. اینطوری اینچنتمنتتون هم به کار میاد و سری واسه خودتون روش حرکت میکنه. وقتی دارید روی پروژه خیلی بزرگ کار میکنید طبیعیه که اینونتوریتون با مشکل مواجه بشه. تو کریتیو مود اگر با اسکرول موستون کلیک کنید رو هر بلاک نمونهش میاد تو دستتون. حالا میتونید خیلی سریع ازش استفاده کنید. هر بلاکی هم که روش تغییرات ایجاد کردید رو میتونید با شیفت و کلیک اسکرول دقیقاً کلون رو دوباره ازش استفاده کنید. مثلا کامند بلاکی که توش کد زدید یا صندوقی که توش آیتمه یا تابلو، کلاً هر چیزی. مشکل اینونتوری تو کریتیو مود کلن زیاده، اما راه حلم واسش هست. نیازی هم نیست تک تک این آیتما رو بکشید بندازید رو اون ایکس قرمز تا از بین برن. کافیه موستون رو ببرید روش و بعد شیفت رو بگیرید و کلیک کنید تا تمام اینونتوریتون خالی شه. این چیزیه که بازی اصلا بهتون در موردش نمیگه، اما زمانی که متوجه شید و ازش استفاده کنید کارا خیلی سریعتر پیش میره. اگر تو ماینکرافت میخواستید حالت بازیتون رو تغییر بدید بعد از کامندا استفاده میکردید، اما تو آپدیت جدید بازی میتونید از کلیدهای ترکیبی F3 و F4 استفاده کنید و این کار حالا خیلی ساده تر شده. اینطوری دیگه سویچ کردن بین حالتهای بازی زمان بر نیست و با دوتا دکمه انجام میشه. همه میدونن که رو PC اگر دکمه F3 رو بزنید این اطلاعات بهتون نمایش داده میشه. اطلاعاتش هم خیلی خیلی به درد میخوره و اصلا لازمه که ازشون استفاده کنید. اما کارهای بیشتری هم میشه انجام داد. مثلا میشه از F3 و B برای نمایش هیت باکس ها استفاده کنید، یا برای لود کردن چانک ها یا سالم کردن آیتمایی که آسیب دیدن میشه از F3 و A استفاده کرد. دکمه های F3 و G هم وقتی توی اند یا ندر دارید پرواز میکنید میتونن خیلی کمکتون کنن. این دکمه ها زیادن، برای یاد گرفتنشون میتونید برید سراغ ویکی ماینکرافت. بعضی وقتا پیش میاد که شما تمام جاها رو مشعل میذارید و روشن میکنید اما باز یک کریپر توی خونتون اسپان میشه. بهتره بدونید میشه میزان روشنایی محیط رو تو اطلاعاتی که با زدن F3 میبینید چک کنید. سمت چپ میبینید که لول روشنایی هر بلاک رو بهتون نشون میده. اگر لول روشنایی اطرافتون یه چیزی هول و هوش 7 باشه مابا دیگه اسپان نمیشن و خیالتون از این بابت راحت میشه. حتی تو شبا هم میشه با مشعل محیط رو روشن کرد تا مابا اسپان نشن. خب اینم از 19 تا ترفند و چیزهای مختلف که باید در مورد ماینکرافت بدونید و ازشون استفاده کنید. حتما ویدیوهای قبلی ماینکرافت ما رو ببینید و برای دوستاتون هم بفرستیدشون. میتونید یه سر به پلیلیست ماینکرافتمون تو کانال یوتیوب ویجیاتو بزنید و خود کانال رو هم حتما سابسکرایب کنید.